اولین شادی روح مرحوم تازه گذشته فاطم از صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایون جهت صرف نهار بفرمایید رستوران بلوتوس تو خیابون جردن. البته ما اونجا گرفتیم که غذاش گرونتر باشه و خوشمزه تر. چون غذاش گرونتره بلند سلام بفرست. برو صحبت کن دیگه پارسا. بابا من تنهایی روم نمیشه، تو هم بیا با هم بریم. پسر همه دخترم تو هم. من برم واسه برگزاری عروسیمون ازشون رضایت خاطر بگیرم به نظره؟ بابا من ترسم بهشون بر بخوره. الان میگم خاک احمد خوش نشده ایچی، میخوان واسه خودشون عروسی بگیرن. چند نفس فقط ببین ما تو چه نصب کردیم، فقط ببین چند نفس. نکنین دفعه میگه تو ساسم کنیم، نبگو تو رو خدا. لطف کردیم، انجام وظیفه کردیم. لطف کردیم، انشالله هرچی خاک اون مرحوم عمر شما و دوستاش بشه. خدا رحمتشون کنه. واسش یه موضوعی بود راجع به اون مرحوم، میخواستم با اتون در میون بذارم، منتها رومون نمیشد. چه موضوعی؟ اگه یادتون باشه سر خاک سپاری اعلان کردین که هر کس طلبی حقی از مادر خدا بیامرزتون داره بیاد با شما در میون بذاره تا روح اون مرحوم مدیون کسی نباشه. شما که همسایه دیوار به دیوار مادر بودین، مطلع هم هستی که ایشون همیشه دست بده داشت، نه دست بگیر. ولی از ما گرفته. بله؟ مادرتون سر فوت مرحوم پدرتون به خاطر اینکه شما ها پول خرج نکنین اومد از ما 1,000,000 گرفت و دیگه هم پسمون نداد. این حرفا چیه خانم؟ میزنید مرده تنش تو گور میلرزه. مادر ما چه احتیاجی به 1,000,000 شما داشت؟ درسانی پدر ما 4 سال فوت کرده. اگه راست بگی چرا تو این مدت طالب به مادر ما نگفتی که طلبتون ازش بگیرین؟ بله کار بدی کردیم به روش نیوردیم. هیچ خبر دارین که 1,000,000 4 سال پیش الان چقدر ارزش پیدا کرده؟ 100,000,000 تومان ارزش داره. نه بابا، میخوایم بکنیمش 1,000,000,000 چطوره؟ شما 10,000,000 بده، ما 1,000,000,000 رو نخواستیم. صدقه سر اون مرحوم. بس بابا این سیاست، من خودم دیوونه ام. فکر کنم با حالو تره بریم آبجی، ولش کن. چقدر حال میکنی؟ به خودمون مربوطه. سلام پسر عمی. سلام دختر عمی. میدونم موقع خوبی نیست ولی یه عرض کوچیک. چیه؟ تو هم حتما سر جازخرون آبجی ما 1,000,000 داری به مادرمون، الان 10,000,000 طلب کاری. بابا چه غلطی کردی گفتی بر که ما طلب کاری بیاد پولشو بگیره؟ ولی تو کنم الان همه مرده ها بلند میشن میگه ما پول دادی. اون غذا تو رستوران میگه اون قیمت هم همش دروغ بوده، فهمیدی؟ یکی یه ساندویچ آلوی هم زیادتونه. این حرفا رو به در میزنی که دیوار بشنوه؟ 10,000,000 رو ندی حلالش نمیکنم. نمیخوام حلالش کنی بابا، کلا برداری تو روز روشن به من تهمت میزنی. بله میگم خودت که دیدی چه بلوایی به پا شد. نگران نباش، یه فرصت خوب پیدا کنم همه چیو تلفنی باشون در میون بذارم. فرصت خوب؟ امروز چهارشنبه است، ما قرار بود جمعه عروسیمون باشه. حالا این هفته نشد، هفته دیگه میگیریم. هفته دیگه میگیریم؟ 10 دفعه بهت گفتم تو تقارن مری خدا حل نمیشه عروسی گرفت. حتی با 60 دفعه دیگه ببینم تو بفهمی. دور از جون. دور از جون. ببین پارسا من حالیم نیست. تا حالا 4 دفعه عروسی منو تو به خاطر فوت فامیل عقب افتاده. هر 4 دفعه‌ش هم من به تو گفته بودم. من نمیفهمم دیگه. من این جمعه بعد عروسی بگیرم. ولی نه من نه تو. برو با یکی دیگه عروسی کن. دارم نمایش های جالب رزمی شما رو ضبط دارم. کار شما فوق‌العاده است. برای چی؟ تکنیکاتون رو برای من اجرا کنیم، کمیته حاضر مبلغ قابل توجهی به شما بپردازه. چرا دارم؟ من الان نیاز زیادی ندارم. اگه شما اجرا میکردیم بسیار سریع، دیدنی و بدی بود. بفر دست شما درد نکنه. شادی چرا نهی من؟ شما شامتو بخور، شادی هم به موقعش میخوره. یکم دلگیره. نه مادر جون، حساس شده. مادر هر دختری دیگه هم جای اون بود حال روزش همین بود. 4-5 دفعه مقدمات عروسیش مهیا شده، دقیقه 90 به هم خورده. به خدا مادر جون تقصیر من نیستش که، فقط از خانواده من فوت نکردن که. همین برادر شما تازگی ها به رحمت خدا نرفت، پسرموش جوون مرگ نشد. اون نمیگه تقصیر تویی که، یکم خرافاتی شده. میگه احساس میکنم یه نیروی نمیذاره این ازدواج سر بگیره. Thank you.
اون چیه؟ اون چیه؟ هیچی. ها چی میگی؟ تو از ازدواج با من پشیمون شدی؟ بازی مامان نتونست دو کلم حرف پیش خودش نگه داره؟ جواب منو بده. پارسا جان من مزه کافی سوژه واسه هرس خوردن دارم، تو دیگه زیادش نکن لطفا. ما آخر این هفته عروسی رو برگزار میکنیم، دور از جون، صد دور از جون، هر کسی هم بمیره ما آخر این هفته عروسی رو برگزار میکنیم. من نگفتم نمیخوام با تو عروسی کنم که زود میخوایی معامله رو جوش بدی پارسا جان، که فقط اتفاقاتی که افتاده یکم یعنی به اون عقیدم یه مقدار چیزتر شد که قسمت نیست، یعنی خدا نمیخواد که من و تو باشیم و اینا. این حرفا خرافاته، واسه چی خدا مهر من و تو رو به دل هم بندازه بعد من و تو رو به هم نرسونه؟ همین امشب به پرویز زنگ میزنم میگم مراسم عروسی برگزار کنه. فکر نکنم دیگه اونو به قول و قرارای ما اعتمادی داشته باشن. درست از دختر دایی مادرم هیچ دل خوشی نداره، ولی اصلا از پول بعدش نمیاد. قربونش برم ادعای فامیلی داره، ولی هر بار که از ما ودیعه گرفته مگه پس داده؟ بابا خیلی دلم برای تنگ شده، چه خوب شد زنگ زدی. گیری نکنه قد دلش ریش شد. مام من گوشو میدم با سوگل حرف بزن، مراقب خودت باش. خدا یه سر فکر کن، ما این سر دنیایمون اون سر دنیا، خب دلش ریش شد. الو مامان جان سلام، حالت چطوره؟ مامی I miss you so much. خب مامی جان شما نیستی اینو که ببینی، بابا از صبح تا شب یه بندازم کار میکشه مثل هنها دختری در مزرعه. و چی شد این ویزای کانادای ما؟ دختر بزرگ نکردم که، مار تو آسیب پرورش دادم، مار. چه قرفی که خودت زدی گفتی من میرم به مار نکشه. با این دخترها کارخونه آبغور سازی را مینداختم در آمدم میشه. سرت بکنم. من متوجه نمیشم واقعا شما چرا این مشکلات داخلیتون همش تعمیم میدین سمت من، همه رو هی میارین این ور. این همه بدبختی داریم، خیر سرمون دوماد گرفتیم که بشینی چشش دو ابرو بکشی. پدر من چشش دو ابرو چیه؟ کارت عروسی دارم طراحی میکنم. نیچه تو ببر. من اصلا باورم اینا، یه روز زور میرم اصلا. هر 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 خندیدم. بابا گوشو بده، من دلشو ریش کردی. الو مامان. چرا برای خودت مرشد پیدا کردی؟ یه بند اشغال میزنه. حالا بیا شامتو بخور، بالاخره اون گوشو زمین میذارن دیگه. این دفعه دیگه عزممو جذب کردم، میخوام مراسم برگزار بشه. بعد به دلتون را ندین، خدا خودش همه چیزو جفت و جور میکنه. بعدش هم میخوام یه لیست از اقوام رو به ما تهیه کنم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ میخوام یه بررسی تو فامیل خودمون رو شما بکنیم، ببینیم کی احتمالش میره که بخواد دار فانی رو ودا بگه. که چی بشه؟ اون طرف رو میاریم پیش خودمون، تا روز مراسم چشم ازش بر نمیداریم. مادر جون مرگ و زندگی دست خداست، این حرفا چه میزنی؟ بد فکری هم نیست مامان، اتفاقا تو فال امروز هم یه پیرمرد افتاده بود و من نشستم فکر کردم دیدم کدوم پیرمرده که ممکنه دوباره با مرگش عروسی ما رو عقب بندازه، که رسیدم به یک گزینه. عمو صادق. عمو صادق؟ دقیقاً. می‌کنم اون کفشایی که گفته بودم شیش رنگش واقعا لازم نیست، همون چهار تا کفایت میکنه. همون چهار تا، اون جینم که گفتم بهتون دیگه، سه تا بود یا چهار تا. یه اسنوبوردم اگر یادتون نرفته دوباره یادآوری کنم، بعد پیام رفیقم سلام رسون به شدت. می‌خواست یادآوری کنه که اون سپر عقب ماشینش که زده بود تونستین تهیه کنید یا نه. سخته اگه براتون نمیدونم حالا واقعا. من دیگه بله من دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، خدا نگهدارتون. تکنیک بالایی داره این شماره 8 آلکانترا، یه مقدار عصبی داره بازی می‌کنه. چیه؟ چرا مظلوم شدی؟ آلکانترا. تا الان که داشتین با مامان جونتون درد دل میکردین و زبون میریختین، به ما که رسی لال شدین؟ خانم حنا در مجده ای، من کی از شما کار کشیدم؟ ها؟ پدر جان دروغ نگفتم که، البته شما خودتون کاملا واقف هستید که همه اینا به خاطر فشار ناشی از کاره نیست. من یه دستم همش به دوربین عروسیه، یه سرم به شوهرداری گرمه، از یه طرف دیگه همه حواسم خب به مجلس شماست دیگه. مجلس من؟
اگه مجلس منه چرا پولش میره تو جیب شما؟ پدر جان اساسا تمام زحمت ها رو دارن ایشون میکشن، این پول نباید یواش بره کنج جیب ایشون؟ صحبت هایی میکنید و صدا تو به ما. اصلا کی به تو گفته این موقع شب اینجا باشی؟ نه تو خونه زندگی نداری؟ خب زندگی اینا دیگه، زنمه، زندگیمه. زنت؟ هر 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 خندیدم. بدبخت مفلوک، تو اگه عرضه داری یه دوزار جور کن دست زنتو بگی برو خونت، که از 24 ساعت 36 ساعت تو زندگی من ولو نباشی. تو چرا ساکتی؟ عزیز دردونه مامانم اینا، نکنه تو هم فکر میکنی مثل کوزت داری اینجا کار میکنی؟ آره؟ اصلا میدونی چیه بابا؟ من فکر کنم ماما حق داشت که از شما جدا بشه بره کانادا بشه دایی منصور، به خاطر اینکه شما خیلی پدر بد اخلاقی هستید. من بد اخلاقم؟ بله. از امشب یه اخلاقی نشونتون بدم که حرز بکنم. چرا اینو قاطی کردن؟ چیه؟ باز حس مادری گل کرد؟ بابا دست از سر کچل ما بردار، بده یه 5 دقیقه نفس راحت بکشی. ولکن نیست مریض زنگ زن. راحت شدی؟ خودتو خسته نکن، فردا میریم حضوری قرار میذاریم. بابا خیلی یا اشغال یا کسی جواب نمیده. اونو بلش کن، مهم اینه که الان با مامانم راضی کنیم زنگ بزنه عمو صادق. این عمو صادق تو حالا چند سالشه؟ 111 سال عزیزم، ولی مشکلی نیست. مشکل اینه که 11 تا پسر و 3 تا دختر داره که چشم ازش ور نمیداره. این عموت میزون یه تیم فوتبال بچه داره. بیشتر یه تیم راگبی البته. مهم اینه که تهرون آوردنش با این 11 تا تی که مواظب بشن همش کار مامانم فقط. باید به بهانه کفیل بودن در رابطه با برادرزادش پاشو بکشونیم تهران. سلام. من از پس پسر عموت بر نمیام. تو که میدونی عموت بدون اونا جایی نمیره. مامان جی مگه از فیروزکوه تا اینجا چقدر راهه؟ شما زنگ بزنید ما خودمون بریم میاریمش. اون بنده خدا از من و شما سالمتره. بی خودی احساساتی شدین. حالا چه اشکالی داره که پیش خودمون باشه که خیالمون راحت تر باشه؟ ما که پیرتر از عمو صادق کسی رو نداریم پیش خودمون. به خاطر من مامان جی. تو رو روح آقا جون. ره صحرا ملو، ره صحرا ملو، در دل شب سیاه، مرا با خود ببر، مرا با خود ببر، تا شبم دلیل ره. نازنین یار من، بشنو عدیم سخن، مرا بی من مرا، دل به دریام مزن. من که سودا زده یه چشم سیاه تو هم، ره صحرا ملو، در دل شب سیاه، مرا با خود ببر، مرا با خود ببر، تا شبم دلیل ره. نازنین یار من، بشنو عدیم سخن، مرا بی من مرا، دل به دریام مزن. من که سودا زده یه چشم سیاه تو هم. بیا بشین زن داداش، زحمت نکش. چه زحمتی؟ مهمون رحمته، بفرمایید. شادی، آقا پرویز پشت خطه، میگه همین الان بلند شو میای سالن. بگو تازه از راه رسیدیم، باشه واسه عصر. پشین بریم، من اصلا خسته نیستم. کجا؟ پیش همین تندیس خانم که الان پشت خطه دیگه. تندیس نه عمو جون، پرویز. بعدم لازم نیست شما به زحمت بیافتین، تا شما یه چرت بزنین من و پارسا جان میریم و برمیگردیم زود. من نیومدم اینجا چرت بزنم، اومدم عروسی تتقاری داشم را بندازم. سلام
سلام علیک. سلام. سلام. من این دختر خانومو تا به حال اینجا ندیده بودم. عمو جون نسر میخواییم تو کار خونه به مامان کمک میکنن. این آقا پسر فامیلتونه؟ بله، عموی شادیه. آقا پسر، حالا اگه اجازه بدیم ما بریم به کارمون برسیم. حد زدم فامیل شاد خانم باشه. آقا بی شما نمیخوره اینطور فامیل جنترمن داشته باشی. افتخار بله. میدید در خدمتتون یه پالوده بزنیم. بودوده امو جون نسرین خانم باید به مامان کمک کنم، مثل اینکه عروسی داریم. کار همیشه هست. بله فعلا بیا بریم با خانمو فالوده رو بزنه. فالوده بی فالوده، ما کار داریم، یه بردم بالا کارم. امو جان یه دقیقه اینجا بشین، منو شادی میریم و زود برمیگردیم. شما چرا هی منو میپیچونید؟ منو میخوام بیام. نه امو جون، آخه اینجا آرایشگاه عروسه، بعد اصلا مرد راه نمیدن. این نره قول مگه زنه که دنبال تو داره میاد؟ چیزه، من دامادم، داماد اونجا راه میدن، ولی همراه و یه ذره ایراد میگیرم. خب تو بشین تو ماشین، منو شادی جلدی میریم برمیگردیم. گوش نکردی مثل اینکه چی گفتم؟ ناسلامتی بنده دامادم نه شما. خب باش، چرا پوزشو برای من میدی؟ همچی میگه من دامادم، انگار ما داماد نبودیم. نه امو جون، اصلا موضوع اینه که پارسا جان نگران آلودگی هوا هن که وقت رو قلبتون تاثیر منفی نذاره. نه اون گردونه نزن اونجا خانم، اینا خاکیه. بابا صد بار گفتن تمیزش کنیم بعدم بذاریم. حواستون کجاست؟ اینا رو چرا وارو انداختی؟ دست ما شکوندی؟ مگه کوری؟ این سنجاد از من چی کار میکنه؟ بابا اینا رو جمع کنی. یه الان بیفته یه نفر بیاد چند نفر حسابی از دست ما شاکی شده. بعد از دلش در بیاری خاک آقا جون بیایم پایین. عمو جون اصلا من اشتباه کردم، قدمتون سر چشمای من، بلند شیم بیایم اصلا هر جا دوست داریم بیایم. تو حرف نزن نره خوب. نره قول چی عمو جون؟ من قرار دامادتون بشم. باز دامادی تو به روخ من میکشی؟ شادی برای من یه ماشین بگیر برمیگردم پیروزکو. ای عمو جون شما به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، گفت اشتباه کردم که باید بگی غلط کردم. غلط کردم. تو غلط کردن احساس ندامت و شیمونی نمیبینم. یه پاتو بگی بالا، یه پاتو ببر بالا، دوست دستم ببر بالا، بگو غلط کردم. عمو جون غلط کردم، غلط کردم. عمو جون اصلا غلط کردیم ما. به این روش میگن گربه رو دم حج میکشتن. بیاییم پای قربونتون برم. حالا بریز کنار، میخوام بپرم پایی. نه بابا صد بار گفتم شب کارتون تموم میشه ببرین تو آشپز خونه و تو بزنی. تو بردا برو دیگه. چشم. زود باش. سلام. سلام. پدر سوگن گفتن سلام. پدر ما اومدیم منت کشی. تمومی شد را پیکارش باید پیکاره. سلام. سلام پدر جان، یادآوری کنم سوگن مجددا سلام کرد. پدر عزیزتر از جانم، من قول شرف بهتون میدم که اگر شما تشریف بردید خارج از کشور، روزانه یک ساعت زنگ بزنم بهتون براتون آبقوره بگیرم. خوبه این دیگه حسودی نداره. من حسودی کردم؟ منو حسودی؟ بله بله.
بله همون دیشب بالش پرت کردین خورد به سرم. امروزم 5700 چکم برگشت خورد. آبروم رفت جلو مردم. با بالش زدین تو سر سام. خب تو چرا زودتر چی نگفتی؟ همچی آدمی نیستم. بابا من شوخی کردم. من جدی نزدم که ما همیشه با هم دیگه داریم شوخی میکنیم. پدر جان این چه جور شوخی کردنه؟ فکر نمیکنی با بالش بزنی تو سرش خنگ میشه؟ یا خدایی نکرده خدایی نکرده زبونم لاله همون لحظه عصه کنه جفتش رو شب شه. خب حالا آشتی دیگه. پارساشون ولش کن یه بنده خدا رو بابا زوری که میگه زن نمیدم شد نخور گرفتار شدم پارساشون سلام شادی خانم بابا یه کمک کن خدا دستی آی 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 که پول مرده تو که میگفتی مردا رو راه نمیدن نفهمیدم کی گفته مردا رو راه نمیدن چیز خاصی نیست آه از اون لا میگم آقا پرویز خوب شد شما هم هستی ها بله بیقراره تا آخر این هفته عروسی رو برگزار کنیم عروسی کی؟ خودمون دیگه خب مبارکه ببینم مطمئنین قرار نیست این دفعه کسی از فامیلتون فوت کنه نه انشالله نگاه کن تو رو خدا در ماشین باز شیشه پایین سویچ رو ماشین پارک مطلق ممنون واقعا لیاقت ماشین آیا ایمانی زحمت بکش مرکز یه ماشین بیاد انتقال بدن پارکینگ حالا چرا اینقدر با عجله بابا کار من رو پارسا دیگه داشت به اختلاف میکشید عزیز دلم شما دوتا که دیگه شاهد بودیم ما چند بار سالن گرفتیم کارت پخش کردیم که البته من این دفعه گفته بودم که خوشم نیست قبول نکرد حالا راست دعواتون شد خودتو بذار جای من وقتی تا چهلومه یکی تموم نشد اون یکی میمیره چیکار باید بکنی البته من انتظارشو داشتم دیگه بالاخره عروسی آدم که وسط تقارن مریخ و زحل باشه همین میشه دیگه قربونت برم شوخی که نداری عجب شانس بعدی آوردید شما دوتا آره البته دو سه روز پیش استخاره کردم خوب اومد دیگه خدا بزرگه دیگه هم میگم حالا به جای این حرفا شما بی عکس این سفره های عقد رو نگاه کن که سفره مورد نظر رو سریعتر انتخاب کنی عزیزم من میگم نمیخواد چون همین که آماده است بنفشم رنگ این ماه همه خیالم راحت تره دست در نکن زودتر بگی مره دیگه پارسا جون بالاخره نگفتی تا این عمو صادق اینجاست بگو ببینم مراسم عقد رو میخوای تو سالن بگیری یا تو خونه غلط میکنه تو خونه بگیره همه چی باشه شیک و عیونی باشه مادر زنم دوست داره عروسی تو خونه خودش برگزار بشه به خاطر شادی روح آقا جون میگه چی میگه؟ اگر شادی روح برادر من میخواید به حرف من گوش کن پرویز جون به حرف من گوش بده عروسی ما که از این عروسی های معمولی نیست که قضیه ما فرق میکنه ما باید زودتر عروسی رو برگزار کنیم و سلامت این آقا میخواد همه چیز مفت و مجانی تموم کنه اینکه نشد به حرف من گوش کن بهترین شام بهترین پذیرایی رو برای برادرزاده من ردیف کن ایشون هم غلط میکنه که بگه نه غلط میکنه بله حرف عمو صادق رو گوش کن عزیزم بزرگتر بابا به خدا موضوع پولش نیست آقا اصلا هرچی عمو صادق میگه تدارک ببینیم فقط زود و سریع چیکارش داری؟ زمینی بیشمره رو نبر آقا نبر نبر بابا نبر این نداره ببر بده تو دره آقا جون مادرت نبر کجا میبری؟ بنده مادر ما بشه داده به شما بابا جون بچهات بگو بیارنش پایین تو رو خدا بنده مجردم بچه هم ندارم ایول پس این خودم یه حرفمو میفهمی من فقط اومده بودم اینجا برم سالن عروسیمو بگیرم جمعه آخه عروسیمه برو خدا رو شکر کن پلیس داره ماشینتو میبره اگه دوز برده بود که عروسیت با پیدا میشد در ماشین باش سویت رو ماشین پارک مطلقه ممنون پارک کردی؟ این باید درشکه سوار شد لیاقت ماشین سوار شدن نداره وقتی ماشینت خوابید یاد میگیری توی طرز وظیفت نیای زیر تابلوی پارک مطلقه ممنون پارک نکنی خک برسره راضی به زحمت شما نبودیم یه زنگ میزدی آژانس خودمون رفته بود پولی که میخواستی بدی آژانس بکره خب بده به من آها
از اون لحاظ نوکرتم هستم. میبینم که عمو صادق خوب به خودش خوش میگذرونه. دکتر جرسوب دارم. بله ولی عمو جون باید قول بدن دقیقا بعد از خوردن اون ذرتون آلوشه ها رو میل نکنن. بابا ولش کنیم پیرمرد حالشو بکنه. با یه ذرت که عمو جون نمیمیره. نه چه خب حالا کجا بریم؟ بخبر نه خیره عمو جان، اول میذاریم خونه بعدش ما یک خورده خرید عروسی داریم اگه اجازه بدیم. من هر وقت اومدم تهرون به سلام هرچی خواستم همون بردم. میریم باقبه باقبه وحش بی باقبه ده ها نگهدار میخوام پیاده شم. ایبا گفتم نگهدار پیاده میشم. گفتم نگهدار پیاده میشم. خیلی خوب کجا داری میری؟ نه رو نه رو کجا داری میری؟ امو کجا داری میری؟ بابا امو وایسا دارم میرم ترمینال برگردم پیروزکو. امو جان باقی وش رفتن تو سن و سال شما عیبه. بابا یه وقت پلنگی گرازی شیری خربازی در میاره بهت حمله میکنه. هیچ وقت عروسی منه بدبخت چی میشه؟ باقی وش رفتن من چه دخلی به عروسی شما داره؟ هیچ ربطی نداره عمو جون، شما که منو میشناسین. من تحقیق کردم دیدم شما گاو، یعنی سال گاوی و واسه متولدین این سال اصلا خوب نیست روزای فرد برن باقی وش. به خدا پس بریم سینما 2000 همون جایی که گاوه آدمو با شاخش میزنه. ای بابا آخه چه کاریه بابا، یه گاوه با شاخش میزنه بهت دیگه حالا هیچی. خنگ خدا فیلمه، واقعی که نیست. بابا من میفهمم فیلمه، شما میفهمی فیلمه، گاوه که نمیفهمه فیلمه. قربونت برم. بله حالا که منو نمیبرید پارک من رفتم ترمینال. به سلامت عمو جون. فکر این حالا قهر کنی ما میبرم تو پارک. ای بابا هیجان این بازی خیلی زیاده، وقتی قلبش تاثیر منفی نذاره. خب اگه میبینه هیجان براش خطر داره خب نذاریم بازی کنه. ای بابا مگه کسی حریف نمیشه؟ من میترسم بهش حرف بزنم یهو بره یه جای شهر چیز دیگه ای درست کنه. یه چیزی بهتون بگم ها، نیست شما درست موقع ارزتون یه نفر فوت کرده حساس شدین، وگرنه این آدمی که من میبینم از دیوار راست آه بایزتون بالا میره. آره ماشاءالله، ولی کار از محکم کاری عیب نمی کنه. راستشو بخوام من دیشب یه خوابی دیدم خیلی نگران شدم، الان نمیخواد بگم. اگه بدونی همون پرویز چجوری عروسی منه بدبخت 40 روز عقب افتاده، تو هم مثل من حساس میشه. اولش با مردن عموی خدا بیامرز من، اونم با افتادن از درخت گردو شروع شد. درخت گردو خیلی وسوسه انگیزه، خود من هر وقت میرم دهاتمون همش بالای درختم عین میمون چیک چیک از این درخت رو داره، از این درخت خیلی خوش میگذره. ای کاش رفته بود بالای درخت گردو بچینه، رفته بود بالای درخت نف بکنه تو لونه زنبورا. دایی خدا بیامرز منو چی میگی؟ بدبخت مینما خوابیده بود تو مزرعه‌اش، گاوه اومد صاف از روی رجا. البته من خواب اینم دیده بودم اما به همه هم گفتم طبق معمول هیچکی بهم توجه نکرد. بابا هر دوشون کشکی مردن. بله نسرین خانم یه دقیقه اون موبایل بذار کنار، هزار تا کار داریم. تو پول میگیری مثلا کمک دست من باشی؟ عزیزم آشپزخانه که تمامه، این کلکل استیمیس را انداخته، بذار روی اینی کم کنم بعدم بیام اتاق بزرایه. ما جمعه اخ کنون داریم، بذار کنار این موبایلو. راستی گفتی اخ کنون؟ این خانمی شما چقدر با کلاسه. تو کی دیدیش؟ دم در دیدم، تازه از منم دعوت کرده گفته بیا بریم کافه شاپ اونجا فالوده بزنیم، فالوده نازونه. پناور خدا از زبون که کم نمیاری. بیا سر اون نردبون رو نگهدار، من برم پرده رو واکنم تو هم شیشه رو پاک کن. بذار یه جواب توپ به این بدم بعدم بیام پرده ها رو کمک کنم تا ادعاش نشه. از دست تو. اینجوری که پیش میره شما دوتا سر کارین، من دیگه با عزتون باید برم. پارسا میگم تمام پرویز برو، اون پولی که از حق دوست طلب داره بگیر بده واسه بعد یه عروسی.
هادی جون من عمرن روم نمیشه. اونو فامیله شما سر قبر عمه خدا بیامرزت همین کارو کردی ها. بابا من چه این وسط اصلا این فامیله میمونه بباسه من مصدق باشه یا نه؟ الهی قربونت برم بابا سپس خون تو که اینقدر با مرامی اینقدر با حالی یه لطفی در حق من بکن. اما صادق تو حواسش به بازی شد، تو مواظبش باش. من و خانمم بریم و برگردیم سریع. عمرن اصلا حرفشم نزن، من مسئولیت رو قبول نمی کنم. اینم که آوردم رسوندمه به خاطر مسئله مالی نبود. دیدم شب عروسی پلیس ماشین تو گرفته، دلم سوخت. بس سلام. الهی فدا، الهی قربونت برم. فکر کن داری برای پسرت میکنی. من پسر ندارم. خب من جای دخترتون. اما پرویز من جبران میکنم. خجالت بکش، من کی تا حالا از تو پول گرفتم؟ داری به من رشوه میدی؟ بشکن این دست که نمک نداره. از تو انتظار نداشتم. چقدری هست؟ اندازه پول شیرینی بچه ها؟ قربونت برم. پس غیر از مجلس شام و نمیدونم میوه، اون عکاسی و فیلمبرداری هم به ما بده که لاغه برای من بیچارم بسرفه. چشم، هرچی شما بده. گفت چشم، چشم. فدات شم. شادی خانم، پک کارت عروسی و ماشی چی میشه؟ آقا اونم میدیم به شما، قربونت برم. حله؟ خیلی خوب، دیگه نمیخواد اینقدر صورت من توف مالون کنی. بفرما بری، خیالتون راحت باشه، من ترتیب همه کار رو میدم. بفرما خیلی گلی. به وزن 1500 گرم مرغ آغشته به روغن، زعفران و نمک را داخل سیخ مربوط به مرغ قرار دهید. زن بلند شو ماسمسکا رو بنداز اونور، بیاین نردبون رو نگهدار، لق میزنه میافتم زمین. چش روش کم شده دیگه، سمس نمیده. پاشو پاشو این شیشه رو پاکن، خوب برق میفته ها. بهتر نبود اخ کنون رو به سالم منداختی؟ دوست داشتم اخ کنون شادی تو خونه پدرش باشه. باباش خدا بیامرز خیلی دوست داشتون رو تو لباس عروسی ببینه. روش کم نمیشه که. بابا این کارو بکنید دیگه ددر نمیبرمت عمو جون. میگم دو تا جعبه شیرینی گرفتم، گفتم یکیشو بدیم پرویز، امروز خیلی زحمت کشید. خوب کردی. نمیدونم چرا هرچی مامانو میگیرم جواب نمیده. خب چرا رفته خرید؟ نه بابا، نسرین خانم پیششه، رفته کمک. نسرین خانم یکی باید اون پیرزن این منو برکنه. اینجوری مامانو آوردیم یه چیزی گیرش بیاد دیگه، الان که کمکی از دستش برنمیاد. تکون نمیتونی بخوری. بله مثل که به مادام موسیو خیلی داره خوش میگذره. به به یه دونه آقا پرویز.
هشتی با مرام عمو صادق چطوره؟ کم مونده آستینا رو بده بالا و مارم بخوره، داره پیتزا میذاره تو رگ. اه بابا مواظب باشه وقت برش بد نباشه. نه بابا اگه ناراحتی زودتر خودتو برسون تا سومی رو سفارش نده. خدافظ. خدافظ قربونت. خدافظ. اسکی خیلی گشتت داره؟ من عاشق پیتزام، پسرام هر موقع از ده منو میارم تهرون صبحونم به این پیتزا میدن. زودتر غذاتو بخور، عروس و دوماد دارم میان دنبالت. کله اون دوتا رو میکوبیم سخت، میخوام بریم درکه با هم یه قلیون توپل بکشیم. بپا نجه تو گلوت امو. بابا زودتر پیتزاتو بخور، باید بریم خونه. من دستشویی دارم. گیری کردیم ها؟ آقای دکتر چی کار کردین؟ کشتینش؟ شما از سه طبقه پرتش کردید پایین، به من میگید کشتیدش؟ خدا میدونه خودش از نوردوان افتاده مرده. خدا رو شکر خودش سالمه، واسه بچهش ما نتونستیم کاری انجام بدیم. بچه؟ بله. نسرین خانم کجایی؟ بیمارستان؟ کسی مرده؟ مامان؟ بله بله خانم دکتر الان میاد. مامان من کجاست؟ مامان شما کی هست؟ بابا همون خانمی که از بلندی افتاده، اورژانس گفت آوردنش همین بیمارستان. خدا رو شکر کن که خودش سالمه. خودش دکترها واسه زنده نگه داشتن بچهش هم خیلی تلاش کردن، اما عمرش به دنیا نبود. بچه؟ سلام. علیکی سلام خانمه کو. تو چرا گیر دادی به خانمو؟ مادر کجاست؟ تسلیت عرض میکنم. ها؟ میبینم مرد. مامانت که سالمه، تفلک داداشه. این که مامان نیست. پس مامانم کو؟ مامانم کو؟ نه وجدانم میخوام ببینم این رسم مردونگی، این رسم لوتیگری، نالوتی. به جون پرویز بعد فیلی افتادم، ما درزنم آوردم بیمارستان، اصلا بخاطر همین اومدم اینجا. خوبه خوبه، رو کراس بگو رفته بودم دنبال کارا، ما که حرفی نداریم. چلمنگ، من پولش ازت میگیرم. بی خدا داری اشتباه میکنی، مادر زنم از نردبون افتاده، تازه خدا خیلی بهش رحم کرد. بس ما علکی داریم از این پیری مراقبت میکنی؟ اولش با یکی دیگه اشتباه گرفته بودنش گوشت تنم آب کردن. ببینم خانمه توی نه خیلی. حالا حالا هم افتاده شکنه. در حال راه رفتن رو اعصاب من بدبخت نکن بابا جون، دست ندارم صحبت میکنم. عجب گیری کردی ما. چیکار میکنی؟ میای ببریش یا خودم بیارمش خونه؟ نکن. ولی صدای خانمه من از صدا شناختم شما قایم میکنی از ما. نخه نخه یه نمیای؟ نه بابا باتخون نیستم. ببین شما یه زحمت بکش بیارش خونه که بیا اینجوری عالی میشه، منم اونجا خدمت در میارم. خیلی خوب، آدرس اسمس کن، میام در خونه تحویلش میدم این عتیقه رو. باش کار نداری؟ خدافظ. عتیقه عمه چه؟ عمه جفتمونه. خوب شو چرا این لایک پوش رانندگی میکنی؟ گاز بده. رعایت حال تو رو میکنم پیرم. پیرم هم باباته. من تو ویروسکو با گاری لایی میکشم. من هم تو رفتم میترسونی. کمربند تو ببن الان نشونت میدم. کمربندم بستم، نگاه کن سفته سفته، نگاه کن. بابا کمربند ایمنی رو میگم، نه طلاب دول شلواره. ببینم ماشین صاب نداره. صابون؟ صاب بوفر. الان به فرخونم صاب بوفر میبندم. منظورت از صاب بوفر باربنده؟ منظورم همون صابونه. بل کن بابا گاز بده. میترسم سکته بزنی پیر مرد، وگرنه این ماشین سوخته جد داره، پرواز میکنه. پرواز کن ببینم که کم میاره. اشارهش کنی صدا با تصویر میاد. آه آه
دیدی که هم آوردی پیرمرد، دیدی گوگوری از بس شیطونی کرد و آتیش سوزون خوابش برد. چره الو بفرما. الو چیه چول مگه زنگ تلفنه؟ پرویزم در باز کن. چاکرم و پرویز چنقدر دیر کردی؟ با عمو ساده رفته بودیم دور دور. حالا چرا نمیای تو؟ دم در که خیلی بده. اولا در باز نشد خرابه، دوما من باید برم دنبال مقدمات عروسی جناب عالی، سوما این عمو صادق بیچاره تو ماشین خوابش برده، بیا بغلش کن ببریمش تو. بفرم بفرم. سلام عمو جون. باشه پیره مرد رسیدیم. فحشه خودتو لوس نکن. فحشه دیگه. خدا خیرت بده. خوابش کردی؟ مونده بودم چجوری تا صبح باش سر کنه. فابریک این روز اول شاعر میگه میازار موری که دانکش هست، که جان دارد و جان شیرین خوش هست. چه ربطی داشت؟ ربط نداره؟ آها من این شعری که میخونم یاد یکی میفتم، میگه تن آدمی شریف از به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشانه. این منظورم بود این شعره. من میگم یه باره پرویز جون بگو بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. خیلی خوب بس ساله دیگه مشاوره نمیخواد برام شروع کنی. بلند شو اینو بغلش کن بری تو، کلی کار داریم. زود باش عمو ساده. عمو ساده باشه، منم نرقول. عمو ساده آه بلند شو، من که نمیتونم تو رو بغلت کنم. پاشو عمو ساده. بابا تو که بغلی نبودی، بلند شو. پاشو عمو ساده. بابا پاشو دیگه، بلند شو. چیکار کردی با عمو ساده؟ این که مرده. مرده؟ ببین ما خودمون میام تو، خب تو نیای بیرون ها، ما میام تو الان. چی کار داری میکنی؟ بابا اگه شادی عموس یعنی جسد عموس صادقو ببینه چی بابا سکته میزنه. من میگم بریم تو آبا که از آسیا افتاد، برگردیم تو آسیا. تو آسیا؟ بابا یعنی برگردیم بیرون. گیر دادی خوب. برو ببینم. دختر جان این چای پر رنگ من نمیخورم عزیزم. راسته عمو صادق کو؟ هیچی، هر کاریش کردیم نیومد تو که نشسته تو ماشین. برای چی؟ گیر داده بود به ضبط ماشین، من یه نوار گذاشتم براش گوش کنه، حال کنه. تا شما چایتون رو بخورین من برم عمو صادق بیارم. نه بابا. میخوای من برم؟ نه خدا خدا من بفهم خواهش میکنم. میخوایم من برم؟ نه بابا چه کاریه. نه گفتم نه. استراحت کن حاج خان. برای چی؟ من میترسم شما برین یه موقع عمو صادق فکر کنه من از اون خصاصت شما رو آخه میدونی احساسی ناراحت میشه. آره دلخور میشه از ما. خدا واقعا از پدری کمتون نکنه، انقدر در حق ما لطف کردین که انشالله تو عروسی دختر گلتون جبران میکنه. انشالله عروسی خودتون. یعنی میشه؟ میگم چطوره که دوباره عمو صادقو ببریم بیرون یه دوری بزنیم؟ چطوره؟ خوبه خوبه. تا شما ماشین روشن کنیم منم آماده بشم. نه بشین سر جات. چی مگه؟ فکر نکنم دیگه، یه خورده دیر وقته، ایشون هم کلی کار دارن و اینا. میخوای؟ نه بابا سر شبت، تازه بالا سر هاش خانم هم هرچی خلوتتر باشه بهتر. آقا تکلیف من روشن کنی آماده بشم یا شما هیچ جا نمیری؟ مگه نمیبینی ماما مریضه؟ اینقدر ناراحتی؟
اه پس چرا وایستادی؟ مثل این که واقعی واقعی مردم. ای کاش همون موقع اورژانس خبر میکردیم، باز جای امیدی بود. تو هم دلت خوشه، اگه نمیبینی نفس نمیکشه چه امید؟ بالاخره که چی؟ یه دکتر باید بیاد گواهی فوت صادر بکنی یا نه؟ گواهی فوت واسه چی؟ میگه گواهی فوت واسه چی؟ بابا پس فردا میخوای دفنش کنی یا نه؟ باید گواهی فوت داشته باشه دیگه. بابا کی خواست دفنش کنه؟ زده به سره؟ نکنه مثل ژاپنی هم میخوای بندش تو تنور؟ مثل اینکه یادت رفته جمعه عروسی منه ها؟ خوب شد گفتی، باز عروسیت که به هم خورد. عمرن اگه بذارم این دفعه عروسیم به هم بخوره. میخوای چیکار کنی؟ حالا فعلا بشین بریم، زودتر از اینجا دور شیم. حالا درست بگو ببینم چی شد. تا نیم ساعت قبل از که برسیم خونه سالم بودم. گیر داده بود چرا ماشینت بوفه نداره، صابون نداره، چرا گاز نمیدی؟ تو هم گازشو گرفتی رفتی؟ فکر قلب 111 ساله این پیرمرد رو نکردی؟ به جون سامی خودش پاپی شد و من کاری به کارش نداشتم. داخل لعنت به این شانس، هر سری باید شب عروسی من یکی از اقواممون فوت کنه. حالا با این جسد چی کار کنیم؟ چه خاکی به سرمون بریزیم؟ چی؟ نگرش میداریم تا عروسی من برگزار شه. خب بعدش چی؟ بعدش میگیم آقا سکته کرده مرده، جوون مرگ که نشده، 111 سالش این پیره مرد. پارسه جو امشب پنجشنبه شبه، فکرشو کردی تا فرشب چجوری نگهش داری؟ ببینم پرویز، اگه این دفعه عروسی ما برگزار نشه شادی من ول کرده رفته. مگه دوست نداره؟ چرا باید این کارو بکنه آخه؟ به هزار و یک دلیل. اولش این که اصلا قسمت نیست عروسی ما برگزار شه. چرا؟ چون هر سری داره یه مانع سر راهمون سبز میشه. دومی که اصلا عروسی ما خوشیوم نیست. چرا؟ چون هر سری داره یکی از فامیلامون میمیره. دلیل داره. رابیا فریم همینجوری با یه جسد افتادین تو خیابون. دخترمو بابا صادق کیفش کوکه؟ بله، بنده خدمت اون 10 تا برادر محترمتونم توضیح دادم. حالشون خوبه، کیفشون کوکه، خیلی هم خوشحالن. الانم با پارسا رفتن گردش. خب ما یادت اون پسراش یه باره با هم نگران. کار شما سا. چی میگم؟ من دارم کیک با کیک نگاه میکنم. اونا هم از نگرانی در بیان. حالا نمیشه شما 10 تای اون سه نفری هم از نگرانی در بیارین؟ نه نمیشه. راستی قبل از اینکه گوشی رو بدم خواهرام خواستم خبر بدم ما فردا راه میافتیم میایم تهران واسه عروسی. تشریف بیارین قدمتون سر چشم. دخترم اونجان سلام. بابا صادق چطوره؟ حالش خوبه؟ پارسا جون، بابا اینجوری روح این مرحوم عذاب میکشه، از همه مهمتر جسد بو میگیره. ما نگران اونش نباش، فکرشو کردم، میذاریمش تو یخچال. تو یخچال؟ آره دیگه، اون تو هم خنک میمونه هم بو نمیگیره. آی کیو آوردم اینجا تو هوای تازه که اون سلولهای ساب مرده مغزت کار بکنه، این پیشنهاد رو بهم بدی؟ آخه ما اینجا یخچال از کجا گیر بیاریم؟ ای بابا، اینجا یخچال نداریم، تو خونه تو که یخچال هست. نفهمیدم جسد عموی همسر جنابالی توی یخچال خونه من؟ بابا خیلی رو داری، خیلی. اگه ببریمش خونه ما که مادر و پدرم، اگه ببریمش خونه شادی اینا که زن و مادر زنم فهمیدن همه چیو، عروسی من بدبختم به هم میخوره. پس این جنازه رو باید ببریم یه جایی که هیچ که خبردار نشه دیگه. بابا عجب غلطی کردیم، اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. یکی نیست به ما بگه آخه تو سر پیازی، ته پیازی، آخه به تو چه؟ تو همه پیازی. مثل که یادت رفته جنازه عمو صادق تو ماشین کی پیدا شد؟ نفهمیدم چه ربطی داره با تو؟ هم گفتم چه ربطی داره. تو فکر نمی کنی این موضوع یکم مشکوکه؟ اینقدر با این زیر و رو کشیدن ها شک منو دوبرابر نکن. یعنی میخوای بگی مرگ عمو صادق تقصیر منه؟ بعید نیست، اما این قضیه بعدا تو پزشکی قانونی معلوم میشه. موضوع مهم الان اینه که عروسی من برگزار بشه.
وایس ببینم دخترم. شما دیگه کدومی؟ من که الان با 14 تاتون حرف زدم. من یوزارسیف بابام هستم عزیز دردونه. بله جناب یوزارسیف خان، حتما میخواین از طرف زلیخا خانم حال باباتون رو جویاشین. نه خواستم اگه بابا صادق برگشت یه زحمتی بکشین یه تماسی با ما بگیریم که 14 تایی با خودش هم حرف بزنیم، وگرنه خوابمون نمیبره. شما که میدونستین تا صداشو نشنوی خوابتون نمیبره، نمیشه قبل از اینکه من با 14 نفر حرف بزنم اینو بهم بگین؟ نه نمیشه. الی من قربون شماها برم که اینقدر منطقی با مسائل برخورد میکنی. من باید برم، کاری نداری فعلا، خدافظ. بیا برو جمع کن اقلا. خودت گرفتی خودت هم برو جمع کن. یه لیوانم آب پرتقال بیار من اینجا بخورم. چاش تقدیم میکنم. اجرا وایسادی؟ تو داری به من تهمت قدر میزنی؟ خسته نباشی. از اون بالا تا اینجا داشتی فکر میکردی که بپرسی؟ جواب منو بده. تو میخوای بگی عمو صادقو من کشتم؟ من کی همچین حرفی زدم؟ اه من غلط بکنم؟ من فقط بهت گفتم این ماجرا یکم مشکوکه. همین اتفاقی افتاده؟ خیر قربان. سلام قربان. سلام، خسته نباشین. مدارک ماشینتون لطف کنید. چشم. خونه ما تو این محل از اتفاقی افتاده؟ تشریف بیارین صندوقتون هم واکنه. چشم قربان. بفرمایید شما. بفرمایید. بفرمایید خواهش. بفرمایید. جانسان آخه شما چقدر زحمت میکشین؟ چقدر فداکاری میکنی؟ مگه به شما چقدر حقوق میدن؟ ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم. حالا شما واسه چی داشتین دعوا میکردین؟ دعوا؟ بابا همش تقصیر این نامرده. این داماد منه، هنوز سالگر ازدواج نشده رفته رو سر دختر من هوا آورده. جناب سروان دروغ میگه، منو با همکارم دیده میگه شلوار دوتا شده. هم جناب سروان اونی که عقبه چیه؟ مادرمه. که مرده؟ یعنی در اصل پدرمه جناب سروان. میدونی ما آخر از بچگی مادرمون از دست دادیم. اینه که به پدرمون هم میگیم مامانی هم میگیم بابایی، مامان جونم میگیم. از وقت جناب سروان تو رو به درجاتون قسم، منو به خودتون ببرین. اگه منو با این طعنه بذارین این منو میکشه. ایشون هم چیکاری نمیکنه. شما هم خواستین بریم بیرون با همکارای مردتون برین. چش یاد بگیرین مشکلات خانوادگیتون رو تو وسط خیابون حل نکنین، تو خونه حل کنین. بفهمید نه مدارکی؟ دست شما درد نکنه. بفهم میتونین درشی ببرید. بفهم منم دیده باشید. ببخشید بوسید. من زرد میخوام قربون شما. سو جون بیا حقیقتو به زنت بگو. من نمیتونم چیزی از دخترم پنهون کنم. بابا اینا شیطونو درس میدن، حریفشون نمیشم. چرا نمیخوای تو بفهمی؟ ای بابا اون الان قطعا خوابن. تو امشب بذارش توی یخچال، فردا رو یه کارش میکنی. خوبه؟ تولد مبارک، مبارک، تولد مبارک، یا شهر مبارک، مبارک، تولد مبارک، 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 مبارک
کیه رو کولتون؟ عمو صادقه دیگه. این که عمو شادیه. مگه من گفتم عموی منه؟ خب اینجا چی کار میکنه؟ برای چی رو کول شماست؟ ها؟ برده بودمش گردش دیگه تو راه از خستگی خوابش برد شده. آخه تفلک چه خواب سنگینی هم داره. اصلا اینجا الان بمب منفجر کنیم اصلا یعنی جسد هم. پس چرا بردیم پیش بردرزادش؟ بابا منم داشتم همین کاری میکردم دیگه. بهتر نبود میبردینش بعد میومدین اینجا؟ نیست تو ببن دلم شور زد، گفتم یه سری خونه بزنم بعدن برم، نگو تولدم بوده و خودم خبر نداشتم. اتفاقا مامان دیشب زنگ زد که تولدتون رو تبریک بگه، ولی ما گفتیم بهتون نگیم تا امشب سورپرایزتون کنیم. ببین دخترم، من برای یه سال سورپرایز شدم. به جون مامان جدی میگم، فقط من الان باید برم واجزه. خب پس یه لحظه صبر کنیم، منم باهاتون میام که برمیگردیم این ادامه این سورپرایز تولد اینطوری میریزیم روی هم. حالا سر جا دستا تکون نخور. شما بچه ها شامو بکشین، من این مرحومو به خانوادش تحویل دادم و برگشت. مرحوم؟ مرحوم من گفتم. بله که توی کتک نخوری روز شب نمیشه. من گفتم مرحوم. بله ما شنیدیم شما گفتین مرحوم. ما شنیدیم گفتین مرحوم. دخترم من مرزونم محروم بود نه مرحوم. من رفتم. ما بیدار میمونیم تا برگردینا. نه 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 اصلا شما بخوابی من میرم فردا تولدی باشه. من رفتم. نه نه حالا نمیشه بخوابی فردا با خیال راحت تولد بگیری. نه گوش کن دخترم، یه دقیقه به اوستان بیاد با این کارش داره. نمیدونی چقدر عاشق همو صادق شده بودن، اصلا انگار 100 سال بود میشناختنش. ولی کاش آورده بودش همینجا. بابا اون دوتا دختر دم بخت داره. دختراش هم عاشق شیطونی همو صادق شده بودن، اصلا اونو بیشتر از پرویز اصرار داشتم اون پیششون بمونه. اتفاقا بچه های عمو سر شب زنگ زده بودن اینجا. واس چی؟ خواستن حالشو بپرسن. با 14 تاشون تک به تک حرف زدم. اگه اتفاق خاصی پیش اومده بود؟ تا صدای باباشون رو نشنون خوابشون نمیبره. خب یه شب نشنون. منم همینه گفتم. گفتم شما که فردا دارین میان اینجا. یالا یه شب شما دارین میان اینجا. چی شد؟ الان بعد کجا بریم؟ خونه تو. خونه اشون سمت خونه منه؟ نه خیر. خب برای چی داری میریم سمت خونه من؟ به خاطر که باید تو خونه شما بذارمش. کی؟ عمو صادق؟ واسه چی خونه من؟ کور بودی جلو دخترم نتونستم بذارمش تو یخچال؟ خب باید برم از یخچال صاب مرده شما استفاده کنم دیگه. شما ساعت دوازده شب به بعد تازه اون روند میشی اونی که من میخوام ها. اونی که قولش دادی. مگه کیکه؟ خندیدم. تو کی میخوای آدم بشی؟ کی میخوای بفهمی؟ بابا اگه نظریم تو یخچال بو میگیره. چی بو میگیره؟ بمیری خفه بشی جسد دیگه. جسد؟ مردم بابا.
بابا مگه خونتون طبقه چندمه؟ هفتم درجه. میخوای با آسانسور؟ آسانسور هست؟ آسانسور؟ بله. مگه آسانسور داری؟ بله. میگم اصلا میگم بله نه آسانسور نه. مرز. بله بود زهر مار. میمردی اینو زودتر میگفتی من مردم. من مهران رو سرم آبار شد تا اینجا. شما پدر جون اومدی چپ گفتم صلاح خیری در کار اینه، حالا میخوام با آسانسور برم شما بقیه راهو تموم کنین دیگه. فقط از من فاصله بگیر و الا دیگه بزرگه گروتو کن گروتو کن میشه تو ببر طبقه دیگه آی کمرم مردم. بابا کدوم قبرستونی؟ بیا کمک. کجایی؟ مثل که شما دل نمیده به حرفای منو. من پایین گفتم من مرده میترسم دیگه، یاداوریش هم من اذیت میکنه. سری نشینه میگیرم رد کنیم این قضیه رو. خاک تو اون سر ترسود بکنم. تنهایی چجوری اینجا زندگی میکنی؟ مثل که حواستون نیست من اونجا با شما زندگی میکنم. ما حداقل 8 9 سال خودتون بزرگم کردین ها. اینجا مگر باشم همه چرا آقا روشن میذارم؟ اینجوری میخوای زنداری کنی ها؟ خب وقتی که سوگم باشی دیگه تنها نیستم که بترسم که. دوزار بده آش به همین خیال با ریشه تو ببر خاک بر سرت کنم. بیا بینم خیر سرمون دوماد گرفتش درو بکن. کلیت رو درجمین اینجا سایی من دسترسی نبود لازم داشتی؟ این کلیت رو همیشه ترس بودو سندلی به کمرو شکت بود باش مانا. آی کمرم کمک کن کجا گذاشت نیفته. آی باید چه تاریک اینجا چراغا رو چرا روشن نمی کنی؟ قطعه بده جون. چی قطعه؟ برق قطعه دیگه. چند بار یادآوری کردم این فیش برقو ببریم بدیم، به شما گفتم، به سوگن گفتم، به سوگل گفتم، هی سوسی هی پشت گوش انداختن. عین قضیه چه که پیام شد هفته پیش قرارو پاس کنید نکردین آبروم جلو رفیقم رفت. گفتی طبقه چندم زندگی میکنی؟ پدر جون طبقه هفت توهم زدینا. تا حالا از طبقه هفتم پرت شدی پایین؟ نه پیش نیومده. بلایی سرت میارم که با پای خودت بپری پایین. دیونه ی احمق بی خود نیست این خانم، از صبح تا شب این همه فحش میخوره. نکن اینقدر صدا اینو در نیار. خب شاید از شبکه خارج کرده باشه. اگه از شبکه خارج کرده باشه که من از همون طبقه هفتم به خونه‌شون آویزونش میکنم. الو بفرم. باز میگه الو. بابا بیا دم در، اوضاع خرابه. اوضاع کی خراب نیست آقا جون، خدا بده. قد کرد. چه تا آقا جون نصف شبیش وقت گده کردنه. گدا چیه شادی خانم؟ من پرویزم. میشه به آقا پارسا بگی تو کپا بیا نمه در؟ ای با شما این اتفاقی واسه عمو صادق افتاده؟ نه 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 چیزیش نیست. عمو صادق سرمو رو گنده تو ماشین خوابیده. نه بابا این الکی داری میگه، عمو صادق خوابیده بود یهو از خواب پرید. عرشت حضورت که دیگه سراغ پارسا رو گیره. من گفتم بیام اینجا پارسا رو بردارم ببرم پیش عمو صادق لالایی بخونه، عمو صادق خوابش ببره. همین. باز چی شده؟ آقا جان من نتونستم این جسد رو جاسازیش کنم، بعد از اینم هیچ مسئولیتی در قبال تو
نه عموی خانمت و نه عروسیتون دارم. تموم شد. بابا پای من از این قضیه بکشین بیرون. من به چه زبونی بهتون بگم؟ خیر سرتون خرم از کارگی دوم نه داد. عمو صادق مرد. ایشون فوت کردن. چرا انقدر بیتابی میکنی؟ اتفاقیه که افتاده. همین اتفاقیه که افتاده. هیچ بکردی جواب چانه تو بچه‌شو چی باید بدیم؟ جوون مرگ که نشد عزیز دلم، سکته کرده مرد. تقصیر من تو چیه مثلا؟ تقصیر ما چی بوده؟ تقصیر ما اینه که این ازدواج شومه. خدا نمیخواد ما با هم عروسی کنیم. حالا هر چقدر ما تلاش کنیم، اولیش اتفاقی بود، دومیش اتفاقی بود، عمو صادق هم دیگه اتفاقیه. دلت خنک شد؟ عمو صادق به قول خدا دیوارت صاف بالا میرفت. حالا جسدش که آوردی هیچ، زندگی منم داری متلاشی میکنی. چرا بعد بیرا میگی؟ تو شومیه که کیفک فامیلاتون رو داری میفرستی به باقالیا، بعد به پدر زن من گیر میدی؟ حرف نزن بابا، کی شومه؟ تو اینه من شومه؟ من شومه؟ بابا چی؟ این بابا پاسر! این بدبختی چی کنه؟ چه گناه کردم پاسده ما شدن این بسر؟ من این حرف هاریم نیست، عروسی من باید برگزار بشه که میشه. من ثابت میکنم که شوم نیستم. مثل که حالیت نیستی جسد رو دستمونه ها؟ بابا ما میدونیم اون جسده، جز ما که کسی نمیدونه. چی داری میگی؟ مگه میشه جسد به این بزرگی رو از کسی پنهون کرد؟ نه بابا نمیشه. حداقل تا بعد عروسی میشه، من قول میدم که میشه. بچه هاشی جوان نانو میخوای چی بدی؟ اگه این موضوع بین ما چهارتا همینجا چال بشه، من به شما قول میدم، قول میدم یه نقشه پیاده کنم که نه تنها بچه های عمو صادق، حتی خود شما از فوت عمو صادق باخبر نشید. فقط تا روز عروسی. اومدن خیر سرشون. آخ آخ با این عروسیشون. عجب غلطی کردم من داماده خانواده شدم. آقا جونم حلال، مهرم آزاد. با چه زبونی میگم من مرده میترسم؟ دوچار توهم شده، چون مرده که تکون نمیخوره که. بیام تو اون وقت تو داری جیب میزنی؟ شما در چجوری با کردی؟ چجوری اومدی تو؟ در باز بود اومدم تو. من تو قرار نبود در رو ببندی. به جان سوگن قفل کرده بودم. علکی نگو.
یاد رفته بود در ببندی، خاک تو اون سرت کنن. این بدبخت تو چرا به این شکل در آوردی؟ من اینو خوابونده بودم رو زمین، احتمالا خودش لیس خورده، سر خورده نشسته. از حالت خوابیده لیس خورد نشست؟ قطعا اینطور. دروغوی بی ارزه ترسو. پدر منو با خودت ببر. اینجا میمونی تکون نمیخوری، کسی هم راه نمیده. شیف هم شد. در زمین اون بدبخت بیچاره از بس درش بیار گناه داره پاش درد میگیره. اولین کار این دخترتو شیش طلاقه میکنم. بعد نه من میرم، من میرم یه روز ظهر هلوش ساعت 12 میرم پیش مامانی حسن کانادا. پاش کنده شد. سلام علیکم. علیکم السلام. بله شما بچه های عمو صادقین دیگه، درسته؟ بله بله. ماشالله چقدر بزرگ شدیم. بزنم به تخته. بله چه سعادتی. الو سلام علیکم. بله ماشالله با هم هم اومدین دشته بردیم. چقدر درشت شدیم. بله این قوی تری مردان آهنین هست شبکه سه شبه عید نشون میده. خیلی ماشاءالله چی کار داری میکنی؟ بدم پایین باش. شما دخترمو ما رو گرفتی؟ من هفت پشتم بخندم ایشون جای دختر منه. از پسر دخترمو ما رو گرفته؟ من اصلا پسر ندارم. به جون شما، به جون عمو صادق. تازه اگه همچی غلطی بکنه من میزنم 32 دندونش بریزه تو دهنش. میشه منو بذاریم پایین؟ نه چش. پس عروسی ما همین بالا موندیم ها؟ حیات میپرچن و نقل و نباد بر سر عروس داماد. بودو بودو مبارک بودو ایشالا مبارک بودو. جای عمو صادق امنه؟ امنه. خیالت راحت، اصلا خودتو نگران نکن. فقط بله رو بگو زیاد کشش میده که زودتر شهرش کنده شه. شهر چی کنده شه؟ شوخی کردم. اصلا میخوای بری گل بشین برو بچین، میخوای گلاب بیاری برو بیار. راحت باش، هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. بله؟ بس که اصلا جنبه شوخی نداری. یا طاقت بیاد من برم یه سر گوشه زود بیارش. دست بزنیم برای عروس داما، دل بکشیم برای عروس داما. دست بزنی، هل بکشی، دست بزنی، هل بکشی. ماشاءالله مبارک مبارک، ماشاءالله مبارک. دستمونم مرده ای شد رفعه کارش. کیه؟ منم پارسا. چه خبره؟ اوضاع ردیفه؟ یکی دیگه زنشو میگیره، یکی دیگه عمو رفاقی کرده، ما درگیر جا و جنجال دنیای مرده ها شدیم. چیه؟ واسه پدر زنت میکنی؟ یادت رفته اون شب چه رأی واسش باد کرده بودی؟ حالا اگه این
جوجه اردکای بیبی فیس مرحوم اومده، من چی باید بگم؟ چه میدونم بابا، خب بگو اینجا زنونه است، نمیتونم بیام تو. صحیح. بعد من اینجا چیکار میکنم داماد؟ یه تریکی که منو سوال پیش میکنی، خودت یه کارش بکن دیگه. من میرم در پسر من گفت. به به، سلام علیکم پسرم های عزیز، حال تو چطوره؟ من عکساتون رو دیده بودم همتون رو ماشاءالله، ولی فکر نمی کردم اینقدر تنومند باشی. جوجو، شما دختر عموی ما رو گرفتی؟ کی؟ من؟ جسارتاً بله، البته ایشون بیشتر منو گرفته. ببینم بابای ما کجاست؟ الهی دلتون براش تنگ شده؟ خب حقم دارین، اینقدر باباتون با مزه است. اینو خودمون میدونیم، الان بابای ما کجاست؟ دنبال کار خیر، رفتن دنبال آقد. بارسا جون کجایی؟ بابا آقد اومده دم دره. اه چه حلال زده، تشریف آوردن. ایشون آقایی که دنبالش هستین ها، ایشون میخواد دخترموتونو بگیره. بابایی بابایی شما ساوردن سر و کله پسرای مرحوم اینجا پیدا نشد. نرقوله الان ذکر خیرتون بود، چه جوجه اردکای خوشگلی هم پرورش دادی. انگار جن دیده، قش کرد. آقا بفرمین، آقا شما بفرمین. آقا قبل از وارد شدنم من از یه چیزی مبتلا شدم، مثل اینکه پدر عروس خانوم در قید حیات نیستن. نه خیر، عمرشون رو دادن به شما، من تا مادرشون هستم. عروس خانم کفیلی که نداشتن، عموی پدر بزرگی. نه خیر، منطقه مادرشون پای عقدنامه رو از طرف امضا میکنن. حاج آقا عموی خدا بیامرزم، خدا رحمتش کنه. وصیت کرده بود بعد از مرگشون بابای من کفیل دخترش بشه. انشالله که بابای شما در قید حیات هستن. ببینم حاج آقا، من خدمت شما نبودن. عموجان یه سره رفتن سالن، من تو اولویت با مادر عروس دیگه، ایشون هم داخل سالن نشستن. من میگم تا سفره عقد یخ نکرده بفرمایید. سامی جون چی شده سامی؟ بابا حرف بزن ببینم چی شده. جسد عمو صادق خود. سامی عجب بابا بدبختی گیر کردیم، الان این بر بچه هم یعنی آبرو حیثیت رو میره. سامی چی کارش کنم؟ بشم عزیز خاله، اشکالی داره مادر عروس خانم پای عقدنامه رو امضا کنه؟ نه چه اشکالی داره؟ الهی قربونت برم، اصلا میخوای برای اینکه حرفم بهت ثابت بشه بیا بریم با هم خودت نگاه کن. بریم. اه تلفنم عمو صادقه، اسمس داده که همین الان اومده دم در. بابایی یا
باری کرد. آفرین آفرین بچه خوب. ماشاءالله. در رو چرا قفل میکنی عزیز من؟ نه ترس آقا، ما جهت رفای حال عمو جون مجبور شدیم ایشونو پنهانی نگه داریم. عموی شما که از بنده سالم تر آقا. جسد عمو کو؟ ها؟ میذاری من حرف بزنم یا نه؟ خب حرف بزن دیگه. من اومدم اینجا دیدم سامی از هار رفته، جسد عمو صادق هم غیب شده. شما گفتین جسد؟ جسد، من گفتم جسد. سامی جون من کی گفتم؟ آج آقا چرا حرف در میاریم؟ اشتباه شنیدین آج آقا. تا ما با آج آقا بریم سر سفره عقد که خطبه عقد رو جاری کنن، شما بگردیم جسد رو پیدا کنیم. الان گفتی جسد. کی گفت جسد؟ هم بیانا شما. حاج آقا اشتباه شنیدین، شما بفرمایید. بفرمایید دوتا کبوتر عاشق رو به هم برسونیم بدبختشون کنیم، ما هم اومده خدمت تو. بفرمایید حاج آقا. راستی چرا این به حالت قش و ضعف در اومده؟ کدوم حاج آقا؟ ها ایشون زن میخوان حاج آقا، ایشون خاطرخواه دختر منه. هر موقع که داماد میبینن اینجوری قش میکنن. این جوونی های خودمون حاج آقا. بفرمایید شما، من میام خدمتتون. ولی باور کنین هر دوتای شما گفتین جسد. جسد؟ بفرمایید حاج آقا، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید حاج آقا، بفرمایید. بفرمایید. بله. شما اینجا چکار میکنید؟ کسی نهیده تون؟ چی معلوم هست شما کجایی؟ خدمت حاج آقا بودیم واسه مقدمات عقد. سلام. علیکم. حاج آقا شما بفرمایید، من میرسم خدمت. بفرمایید. بفرمایید. شادی تفلک فشارش افتاد، چشش سیاهی رفت. خاک بر سرم شد. مرد؟ شما چرا همش منتظر یکی بمیره؟ بهش آب قند بدیم همه چی درست شد. خودش سام کجاست؟ تو اتاق پیش آقا پرویز. بیا برو پایین، بودو ببینم. چشم. سرکار خانوم نسرین سعیدی، آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به مهریه یک جلد کلام الله مجید، 20 اصل درخت گردو، 16 رأس گاو شیرده به عقد دائم آقای صادق بابا صادقی در بیاورم؟ عروس خانم، بنده وکیلم. عروس رفته گل بچینه. چرا علکی صحبت میکنی؟ مثل دستک و شاخ و شمشاد پلوم نشسته. بی تو چه زنیل علکی از خود درد درست میکنی؟ بلی کلا، آخه نسرین خانوم، اگه من دست گلم خودت سبد گل هستی که در کنارم نشستی. عروس خانوم، بالاخره بنده وکیلم یا نه؟ با اجازه بزرگترا که زیر خاک خوابیدن. بله. حاضر سلامتی اون دامان و اصلی اون دست کنگره بزن. بلند شد واسه دیدم یه دفعه بلند شد واسه. کی بلند شد واسه؟ این ترسیده ها. بابا چرا سوسول بازی در میاری؟ نه ترس، محکم باش، استوار باش. ببین مثل پدر زده. عمو صادق بلند شد، چش تو چش من زل زده بود. اینه جخت. ای داده بیداد بابا، یکی به من میگه قضیه چه خبره دیگه؟ داستان این عمو صادق چه که تا پاشم گذاشت تو اتاق عقد شادی قش کرد. عمو صادق اومد تو اتاق عقد؟ آره دیگه. با پای خودش؟ پدر جان از اون سوالا میپرسی؟ پس بابای کی؟ بابای خودش دیگه. چی شد الان؟ پدر جان قش کرد؟ آره این حالت بلا تکلیفیه دیگه، نزدیک به قشه. خب خیلی بده پدر جان. استوار قش کرد پدر جان، بفهم. خانوم شادی بابا صادقی، آیا بنده وکیلم که شما را به ازای یک جلد کلام الله مجید، یک جام آینه، یک جفت شمدان و مهریه 124,000 سکه
به نیت 124,000 پیغمبر به عقد دائمی آقای پارسا پیروزی در بیاورم؟ به یاد پدر مرحومم و با اجازه مادرم و همه بزرگترها. بله مبارک انشالله. مبارک. مسواکم اگه خب جواب میدن دیگه. دایی سلام، چطوری؟ خوبی؟ بپرس مامان کی میرسه. دایی مامان سلام، هم پیما شد. بپرس سفر رو گرفت. سفر رو بپرس گرفت. بگه سچولو سفر سفر رو بپرس. ادایی جان، ادایی جان بپرس سفر رو گرفت. خدا بزنی دایی خانم. بابا بپرس ادایی جان ناراحت میشه. سفر رو بپرس. چه خبرتونه؟ مگه عروسی باباتونه؟ سلام. قربون اون دهنت، بازم به تو پیرمرد. آقا پیرمرد کدومه؟ هی برای ما پیرمرد گذشتی. صادق جان تازه 111 سالشه. ولی کلا پیرمرد قربون چنده. آفرین. عمو صادق دلش نیومد بدون خداحافظی با شما برن. ما داریم میریم آنتالیا محسن. ما روز عروسی برای ما جون نذاشی، وگرنه ما اقلکم تا قبرس رو میرفتیم. من میخواستم یه درسی به این نرخول بدم که همیشه توکلش به خداوند باشه، ولی هم شما رو تو درد سر انداختم هم خودشو. ما مخلص همون جونم هستیم. من تو این سالها که از خدا عمر گرفتم فهمیدم که مرگ و زندگی دست خدا، خودش میده خودش هم میگیره. به بچه هم گفتن تا زنده هستم قدر منو بدونن. ای کاش پدر ما قدرشناسی از شما یاد میگرفت. با دست پیشو گرفتی که پس نیفتی؟ بابا منظور عمو صادق اینه که قدر منو بدونین. ما که نمیگیم شما قدر ما رو بدونید. ما میگیم حالا که مامان اومده شما با ما بیاین فرودگاه. همین. منو منت کشی؟ ای. اصلا حرفش هم نزنی. آفرین. آی قلبم. چی شد؟ قلبش. بیاین. چی شد؟ بگو چی شد. میرید فرودگاه یا نه؟ بابا خیلی کلکه عمو صادق، خیلی کلکه، ولی به تو همه بچه ها میخوامه. بچه ها همه میخوام.